دانشجویان اوکراینی منشأ اصلی آغاز اعتراضات به عدم الحاق اوکراین به توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، اکنون در آستانه سفر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری کشورشان به روسیه بار دیگر دست به اعتراض زدند. اعتراض دانشجویان و به تبع آنها مردم اوکراین مطرح شدن تقاضای ایجاد تغییرات در کابینه دولت یانوکوویچ را در پی داشته است. دولت ما به خوبی نشان داده که بسیار غیر قابل پیش بینی است و دانشجویان قابلیت متوقف کردن این دولت را ندارند. بنابراین ما نگران خود هستیم و باید از خود محافظت کنیم. سرجیو کانتون خبرنگار یورونیوز میگوید دانشجویان اوکراینی منشأ اصلی آغاز تظاهرات بودند. نزدیک به یک ماه پیش آنها با هجوم به خیابانها جامعه اوکراین را به مخالفت با تصمیم دولت مبنی بر عدم امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا ترغیب کردند. اکنون آنها تصمیم گرفتند یانوکوویچ را تحت فشار قرار دهند تا کشور تحت تبعیت از معاهده اتحاد گمرکی قرار نگیرد. ویکتور یانوکوویچ روز سه‌شنبه به مسکو خواهد رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات خواهد کرد. آقای یانوکوویچ در آستانه این سفر در موقعیت متزلزلی قرار دارد. از یک سو غرب از موج اعتراضات در اوکراین حمایت کرده و از سوی دیگر احتمال این وجود دارد که روسیه نسبت به سرمایه‌گذاری بر روی رهبری که آینده مشخص و مطمئنی ندارد تردید پیدا کند.